دوازده دلیل برای دونستن اینکه چرا داشتن صندلی غذا توی هر خونه‌ای که یه کودک داره واجب. اولین دلیل، استفاده از صندلی غذا باعث میشه یه فضای اختصاصی در اختیار کودک شما قرار بگیره و این کمک میکنه تا کودکتون موقع غذا خوردن با لذت، دقت و تمرکز بیشتری غذای خودش رو نوش جان کنه. دومین دلیل اینه که مهارت‌های غذا خوردن توی کودک شما خیلی سریع‌تر و خیلی بهتر شکل می‌گیره. دلیل سومی که باید بهش اشاره کنم اینه که صندلی غذا به خاطر ساختاری که داره حمایت درست و مناسب از لگن، کمر و ستون فقرات کودک شما به عمل میاره و این باعث میشه از همون روزهای اول و سنین ابتدایی عادت‌های صحیح و درست نشستن و غذا خوردن رو یاد بگیره که تأثیر بسیار زیادی توی سلامتی جسمی کودک شما داره. چهارمین دلیلی که میشه بهش اشاره کرد اینه که صندلی غذا یه سینی داره و باعث میشه کودک شما موقع غذا خوردن یاد بگیره و مجبور بشه بین چشمها و دستهاش یه هماهنگی و تعادلی رو به وجود بیاره. پنجمین دلیل، کودک شما یاد میگیره خودش غذا بخوره و این تأثیر بسیار شگرف و خیلی مهمی توی افزایش اعتماد به نفس و داشتن و به وجود اومدن حس موفقیت توی کودک شما داره. دلیل ششم، استفاده از صندلی غذا نقش بسیار مهم و حیاتی تو ایجاد روتین غذا خوردن برای بچه داره و توی ناخودآگاه بچه این به وجود میاد که هر موقع پدر و مادر پشت میز غذا خوردن نشستن زمان و تایم صحیح و درست غذا خوردن. هفتمین دلیل، صندلی غذا خیال پدر و مادر رو از سلامت جسمی کودک راحت میکنه که دیگه نگران نیستن بچه‌شون بیفته یا موقع غذا خوردن غذا روش بریزه و بسوزه یا حتی نگران این نیستن که موقع غذا خوردن غذا تو گلوش بپره، چون میدونین که بهترین حالت غذا خوردن تو حالت نشست است. پس کودک نحوه صحیح غذا خوردن رو یاد میگیره و غذا تو گلوش نمیپره و خطر خفگی هم به حداقل میرسه. دلیل هشتم اینه که موقع غذا خوردن و استفاده از صندلی غذا کودک هم سطح و هم ارتفاع پدر مادر و بقیه افراد خانواده قرار میگیره که این باعث به وجود اومدن یه ارتباط چشمی و یه ارتباط کلامی بین بچه میشه و هم میتونه نحوه صحیح غذا خوردن رو از بزرگترهای خودش یاد بگیره، هم به رشد و شکلگیری شخصیتش و بهتر حرف زدن و زودتر حرف زدن کودک شما هم خیلی کمک میکنه. قبل از اینکه بریم 4 تا نکته آخر رو با هم دیگه مرور کنیم، یه استراحت کوتاهی می‌کنیم. اما حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنین و حتما این ویدیو رو برای هر پدر و مادری که ممکنه به دردش بخوره ارسال کنین. نهمین دلیل اینه که وقتی کودک شما موقع غذا خوردن با استفاده از صندلی غذا کنار شما میشینه باعث میشه که به مرور زمان و خیلی ناخودآگاه اجتماعی تر بشه و نحوه ارتباط برقرار کردن با سایر افراد رو یاد بگیره. دهمین دلیل ارتباط مستقیمی با شخص پدر و مادر داره که وقتی بچه غذا میخوره اگر کثیف کنه لباس و ظرف و ظروف خودشو، تمیز کردن، شستن و نظافت اون خیلی راحت تر و وقت کمتری میگیره، چون صرفا خود صندلی و سینی اون رو کثیف میکنه و دیگه نگران کثیف شدن باقی قسمت‌های خونه و فرش و بقیه اقلام خونه اصلا نباید باشه. دلیل یازدهم اینه که صندلی غذا صرفا موقع غذا خوردن به کار پدر مادر نمیاد. شما میتونین هر تایم دیگه‌ای مثل موقع دیدن تلویزیون یا کارهای دیگه‌ای که دارین تو خونه انجام میدین کودکتون رو با خیال راحت داخل این صندلی قرار بدین که هم کنار شما باشه و بتونه بازی کنه و شما بهش نظارت داشته باشین و پدر مادر هم با خیال راحت به کارهای خودشون برسن. و اما دلیل دوازدهم، اگر کودک شما یاد بگیره که از صندلی غذا استفاده کنه، جاهای دیگه هم که نیاز به نشستن و آروم گرفتن داره مثل استفاده از کالسکه یا صندلی ماشین، اونجاها هم با پدر و مادر همراه تر میشه و پدر و مادر کمتر اذیت میشه. اما یه دلیل اضافه میخوام براتون بگم، مخصوص کسایی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودن و ویدیوهای ما رو لایک کردن.
به خاطر اینکه صندلی غذا سینی قابل شستشو و جدا شدن داره، دیگه نگران کثیف شدن یا ورود آلودگی ها، ویروس ها و میکروب ها به بدن کودکتون نیستین، چون خیلی راحت همیشه میتونین اون رو بشورین و استریل کنین. و اگه موقع غذا خوردن چیزی از دست کودکتون روی سینی افتاد و میخواست داخل دهانش بذاره، دیگه نگران مریض شدن کودکتون نیستین. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین. این ویدیو قسمت بعدی هم داره که تو قسمت دومش میخوایم نکاتی که موقع خرید و انتخاب صندلی غذا باید بهش دقت کنین و با همدیگه یاد میگیریم. پس حتما منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. خدا نگهدارتون. سلامت جسم و روح و روان بچه شما. خوب بود. آها. چی؟ همین؟ نمیشه بگم خدا نگهدارتون؟ خدا نگهدارتون.